دنیا جنگل، جنگل مولاست، دنیا جنگل مولاست. خداوند این جنگل رو، این دنیا رو کتاب خودش قرار داده، کتاب واقعی قرار داده. همین هستی که ما داریم میبینیم، راحت ازش میگذریم. دنیا جنگل، جنگل مولاست، جنگل خدای رحمانه. در این جنگل خدای رحمان ما پرندگان هستیم، ما سبززارها هستیم. ما انشالله که از حیوانات نیستیم و نباشیم، از سبززارها. سبززارها رو میگن بهشت، زیبایی ها رو میگن بهشت، نواهای خوش رو میگن بهشت. من فکر نمیکنم تو چارپایان صدای قشنگ، صدای زیبا باشه. صدای زیبا از پرندگان و بوی خوش هم از سبززار هاست. ما در این جنگل مولا آمدیم که تو تمام این سبززار ها که بی نهایت هست، گلهای رنگ بارنگ زیبا بشیم، گلهای گوناگون زیبا و خوشبو باشیم. ما تو این پرندگان، تو این جنگل مولا اگر از پرندگان هستیم، میبایست که از پرندگان زیبا و خوشبیان باشیم، خوشخوان. چرا که اگر گلهای زیبای رنگارنگ گوناگون خوشبو بودیم، هر گلی فرق نمیکنه، باید بدانیم که مکان ما، جایگاه ما بهشت، باغ جنت. اگر از پرندگان بسیار زیبا و خوشخوان، خوش آواز بودیم، باید بدانیم که جایگاه ما بهشت، جایگاه ما باغ، جایگاه ما جنت. قرآن کریم انسانها رو دعوت میکنه به تقوا، انسانها رو دعوت میکنه به شکیبایی، انسانها رو دعوت میکنه به آرامش، انسانها رو دعوت میکنه به یک دلی پاک، تمیز، تو خالی، تو خالی. این دل پاک تو خالی رو بذار دم دهن خدای رحمان و ببین چطوری می نوازه. از هر نیزنی قشنگتر می نوازه، خیلی قشنگ. ببین عیسی مسیح چطوری می نوازه، رسول اکرم، حضرات معصومی. دهان علی است، دهان رسول الله است، زبان عیسی مسیحه، اما فوت کنندش، دمیدنش خدای رحمانه. او میدمه. چقدر زیبا میدمه. اما این دمیدن زیبا را
حیوانات گوناگون متوجه نمیشن، پرندگان زشت متوجه نمیشن، سبززارهای زشت متوجه نمیشن. نمیدونم، مثل اینکه کلام خیلی قشنگ و زیبا و منطقی است، حتما اینجوریه دیگه.